کردی؟ برو از خودش بپرس. نمیتونیم تحملش کنی نه؟ از اون استفاده کردی، از خونهش، از خونوادهش، از همه چیزش. اونطور یاده چیزهایی که از دست داری میدازه نه؟ تو هیچ رو نمیدونیم. ازش متنفری؟ چون اون بازی مسخره تو خراب کرد، از ما بازی تو. منو به خاطر اون از دست. دیگه نمیذارم دست رو بلند کنی. فریحا داری چی کار میکنی؟ داشتم میافتادم، کمکم کرد. بیه بری. به چی میخندی؟ میخواستی زهر خانم بیاد و بره؟ من فقط میخواستم ببینمش که دیدمش. زن بیچاره دست و پاشو گم کرده بود. بابا حتی باش صحبت نکردی. واسه همین من سالها دنبال این زن گشتم، برای اینکه بهش بیمحلی کنی. میدونی تو هنوزم داری عذاب میکشی، ولی گناه اون زن چیه؟ اون معدن چیا بهت چی میگفتن؟ بهت نمیگفتن بابای عادل و شجاع ما؟ الان این کار درست بود؟ نمیتونی سرنوشت رو تغییر بدی. به هیچ وجه دخترم، هر چقدرم که شجاع باشی بازم نمیتونی. فریحا راستشو بگو، به چی گفت؟ میخواستی چی بگی؟ نترسی، هیچی نگفت. تازه تو چرا اینقدر میترسی که اون بیاد پایین؟ این پسر دیوونه است، بی خودی سر راهمون سبز میشه و به همون میخنده. یه وقت باش صحبت نکنی ها. باشه، حرف نمیزنم. راستی بگو ببینم، انگشترمو از سر پس گرفتی؟ آها، باز به انگشتر رسیدی. انگشترمو به هم برگردون. مامانو همینطوری تحریک میکنی نه؟ چی داری میگی؟ خودم میدونم. موضوع انگشتر نیست، موضوع سهره، چون تو دستمونه. حالا همون انگشتر با ارزش شده. سهر کیه؟ من با سهر چی کار دارم؟ انگشترمو به هم پس بده. خیلی خوب، اعصابمو به هم نریز. دستتو بیار پایین. ببین، من این چیزا سرم نمیشه، باید انگشترمو به هم برگردونی. پسر یه احمق. وای، این از کدوم انگشتر حرف میزنه؟ فریحا، این مقرمزی یه خبراییه. اینقدر مقرمز کردیم که اسمشو یادم رفت. حالا هرچی که هست به امیرم مربوط میشه. نمیدونم والا، ولی بیچاره خیلی ناراحت شد که امیر دنبال فریحا رفت. پس امیر یه طرفدار دیگه هم داره، ولی بیچاره ناراحتونه. خنده میشه این بحثا رو ادامه ندی؟ کرهی، تو نمیخواد نگران باشی. من خودم همه چی رو میفهمم. من دیگه میرم. بیا نهیر. خودت میدونی منظورم چیه. و این ادا اطفاره دیگه چیه؟ کرای، دیگه نمیخوام چیزی بشنبم. بیا بریم نهیر. پس این دوستت تو قایق زندگی میکنه. آدم عجیبیه. اسمش چی بود؟ لبود. لبود. روزی که توی اسکله دیدمت، اونم داشت باهات میومد؟ بله، شریک جرمم بود.
اگه اون روز دنبالم نمیمدی با قایقی که اون برام گرفته بود میرفتم. راجبش چیزی بهم نگفته بودی؟ دوست قدیمی خانوادگی من، اهل ازمیره، آدم خیلی عجیبیه. یه روز هست روز بعد میبینی گذاشته رفته. مامان چی شده؟ ها؟ من میدونم که اون به تو، بابام و خانوادم داره آسیب میرسونه. میدونم که نباید ببخشمش، ولی من نمیتونم بدون اون زندگی کنم. بگیر بشین. عادت میکنی دخترم، عادت میکنی. دوچار شک و تردید شدم، نمیدونم چی کار باید بکنم، نمیدونم کار درست چیه. تو چرا اینقدر خودخواه شدی امیر؟ یعنی من نمیتونم دو ساعت بیام پیش دوستم و باهاش درد دل کنم؟ دانشگاه خوب نبود. آره دانشگاه خوب نبود، نه که اینجا خیلی عالیه. هر چقدر اذیتش میکنم، خودشو یا پدر و مادرشو یا اون برادر دوزدشو، بازم دلم خونک نمیشه. تا کجا میخوای پیش بری؟ بیخیال، تو چطور؟ من راستش حالم خیلی بده. اعصابم بدجوری به هم ریخته است. تو دانشگاه حواسم باید به هانده باشه، بیرون از دانشگاه باید از دست مادر تو فرار کنم. یه لحظه فکر کنم حق با توه، همه یه کاروبار و زندگی من تو شدی. بهت گفته بودم دخالت نکنم. این که میخوام کنارت باشم دخالت کردنه؟ کورای سعی کن دور بمونی، اینجوری برات بهتره. باشه؟ آره فهمیدم. همه میخوان بدونن که چرا از هم جدا شدی. میدونی که دخترها چه موجودات کنجکاوی هن، و وقتی هم که گیر بدن دیگه ولکن نیستن، مخصوصا هانده خانوم. کورای این دفعه اشتباه اومدی، برو اینا رو به اون پایینیه بگو. بیا تو خواهر. آها گلسوم اومده؟ نه خواهر هنوز که نیومده، این موقع ترافیک سنگینه، تا بیا طول میکشه. ای خدا بذار بهش زنگ بزنم ببینم کجاست. الو گلسوم دخترم کجایی؟ اومدم مامان، تازه وارد آپارتمان شدم. باشه. چه خبر؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ اتفاقی افتاده؟ نه پیش امیر بودم. راستی بچه های دانشگاه میدونن؟ نه نمیدونن، کسی چیزی نمیدونه. جالبه این همه فریحا رو اذیت کرد ولی به کسی چیزی نگفته. خب میدونی امیر حسی به فریحا داشت که تا حالا به هیچکی نداشته. کی میدونه شاید بازم به هم برسن. آدم معشوقش رو اینجوری اذیت میکنه؟ به من میگه دارم میام. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. این پسر کی بود؟ از بالا اومد پایین. تو با اون چی کار داشتی؟ چی میگفتی؟ ها زود باش. هیچی مامان، چرا اینجوری میکنی؟ برو خونه ببینم.
من دوست دارم پیش شما بخوابم. وای قربون پسرم برم، وقتی داداشت اومد میام میبرمت پیش خودم. حالا جوراباتو در بیاره بگیر بخواب. ولی عمه خیلی خورو پف میکنه. بی خودی از خودت حرف در نیار، من خیلی هم آروم میخوابم و اصلا هم خورو پف نمیکنم. آره میدونم، ناراحت نشو خواهر، عمر اینو واسه اینکه منو بخندونه میگه. برو بخواب زهرا. ها داداشم کی میاد خونه؟ نمیدونم، دیر وقت شده ولی هنوز نیومده. محمدم که پیش همسر آیندهش میمونه. نه برای چی دارن ازدواج میکنن؟ همین الانش هم دارن مثل زن و شوهر زندگی میکنن. دختر خوبیه، از عمش هم خوشم میاد، ولی از این که اجازه داد محمد بره اونجا بمونه خوشم نیومد. آره اومدم. رضا خوش اومدی. سلام داداش، چطوری؟ بیا تو. بخواب دیگه پسرم. خسته شدم، این کار مال جوون است. محمد تا این وقت شب اون همه وسایل رو جا به جا کرد، یه آخم نگفت. من فقط بالا سر کارگرا بودم، خسته شدم. زهرا تو چی کار کردی؟ تو خسته نشدی؟ زهرا ببینم تو امروز رفته بودی برای نظافت؟ نه نه با هاشون به توافق نرسیدم. عمر بگیر بخواب دیگه، بیا بریم استراحت کنیم. وای من از هیچی خبر ندارم، خانم میره سر کار به کسی هم نمیگه. رضا چی شده؟ این کمردرد آخر یه روزی منو میکشه. میخوای روش پماد بمالم؟ دیگه پماد مالیدن و ماساژ دادن فایده ای نداره خانوم. ما دیگه پیر شدیم و سنی ازمون گذشته. خب معلومه که پیر میشیم رضا. این همه غم و شادی و مشکلات رو پشت سر گذاشتیم، ازدواج کردیم، صاحب بچه شدیم، خب معلومه که پیر میشیم. همینطوره، ولی پیری کمرمونم خم میکنه، دستامونو به لرزه میندازه. میدونی روزی که عروس شدی با تعجب نگات کردم و با خودم گفتم این دختر بچه قراره وقتی پیر شدم ازم مراقبت کنه و همدمم باشه. ولی ببین من خیلی وقته که پیر شدم و گلم داره مثل چشماش ازم مراقبت میکنه. Thank you.
خالدون، همسرم لبند، یکی از دوستای قدیمیه. کلیدا رو جا گذاشته بودم، فقط میخواستم در رو باز کنی برام. داری با یه دختر سرایدار حرف میزنی؟ بی بری چی؟ بیا اینجا، برو بیرون، برو پی کارت، برو ببینم. این صحنه رو خوب یادمه. هر چقدر میخوای منو از خودت دور کن، ولی بازم به آینه نگاه کنی منو میبینی. تو هنوز میتونی تو آینه نگاه کنی؟ ولی بازم به آینه نگاه کنی منو میبینی. والا دیروز با بچه ها رفتم دانشگاه، تمام روز همونجا بودم، یه گوشه نشسته بودم و مثل این بدبخت بیچاره ها به این و اون نگاه میکردم. زهرا ببین چی میگم. بله خواهر. اگه کارش سخته و تو نمیتونی اونجا کار کنی، نظرت چیه من به جای تو برم اونجا کار کنم؟ ها آخه من چجوری برم بگم که خواهر شوهرم میخواد بیاد؟ نمیشه، من نمیتونم اینو بگم. خدیجه این چه حرفیه که میزنی؟ راستش تو به اندازه کافی به زهرا کمک میکنی. باش خب دیگه، من کم کم پاشم برم سر کار. آره برو عزیزم. آه چه خبره؟ اومدم دیگه، اومدم. سلام، صبح خیلی. آبجی زهرا ببخشید، من ازت یه خواهشی داشتم. بگو عزیزم. من امروز باید برای نظافت برم، ولی کازم معلوم نیست کجاست. میشه حواست به آپارتمان روبرویی باشه؟ به خدا کاری آپارتمان همش مونده، به خاطر یه قرون ارزش نداره، ولی چه میشه کرد دیگه. استغفرالله گلفیدان خانم، این کارا به ما مربوط نمیشه. دلش رضا عصبانی شد. میدونم که یاد اون شیطان افتادید، ببخشید، ولی اگه مشغول نبودم موضوع رو نمیگفتم. هرچند میدونم که شما هم حق دارید. زن و بچه آشتی کردم. کی میگی؟ محمد و فریها رو میگم دیگه، دیروز تو پارک دیدمشون، به خاطر یه انگشتر داشتن با هم دعوا میکردن. اینجوری دیرم میشه، من تندتر میرم. باشه خدافز. باشه برو خدافز. ببین محمد، اون انگشتر رو امروز پس میاری، فهمیدی؟ فریها یه بار دیگه بگی انگشتر خفت میکنم. بدهکارم شدیم نه؟ ببین منو عصبانی نکن، از مامان آدرس میگیرم میرم به زور از دست اون دختره درش میارم. اون وقت منم انقدر میزنم تا دیگه آدم بشی. نه بابا. یواشتر بابا. میخوای از رومون رد بشی؟ ببخشید که مثل تو خوب رانندگی نمی کنم. الان به حساب محمد ولش کن. عمدن این کارو میکنه، باهاش کاری نداشته باش، جوابش هم نده. به سر یه احمق شورشو در آورده. خیلی خوب، بهش توجه نکن عوضی. بیا بریم.
آبجی خدیجه، خدا ازت راضی باشه. این چه حرفیه؟ پس حق همسایگی چی میشه؟ منم تا وقتی دخترم دانشگاه است اینطوری وقت میذارونم. خب یه بریم، زود باش، عجله کن. خب دیگه ما رفتیم، خدافظ. خیلی خب، خدافظ گلفیدان. خواهر مواظب خودت باش، خیلی هم خودتو خسته نکن. باشه باشه. خب زهرا خانم تعریف کن ببینم. بگو ببینم داستان این انگشتر چیه؟ خب راستش رضا، یادم نمیاد کی بود، ولی خیلی وقت پیش برای فریهای انگشتر بدلی خریدم، ارزون بود ولی خیلی خوشش اومده بود. محمدم بدون اجازه انگشتر رو برداشته برده کرده تو دست اون دختره، ولی اینطوری که نمیشه، بدون اجازه که آدم چیزی رو بر نمیداره. من با محمد صحبت میکنم. خوبه، تو هم به فریها بگو بی خودی عصبانی نشه و داد و بیداد را نندازه. ببین آبرومون جلوی در و همسایه داره میره. راست میگی، حق با توه. من یه سر میرم مغازه. باشه رضا. خداحافظ. خداحافظ، به سلامت. وای خدایی بزرگ، خدایی بزرگ، من هی میخوام صدامو در نیارم ولی خودت هی درد و بلا رو یکی یکی طرفم میفرستی. آخه من چقدر میتونم تحمل کنم؟ بازو بسته کردم، وقتی تو درد سر افتادم، وقتی خواستم خاطراتم رو مرور کنم، چه چیزایی که توش نیست، خاطرات گذشته، مادر، خواهرم و برادرم، پدرم، زهرا، زهرا که تو زهرا است، زهرا که مادر، زهرا که کوچولو. خیلی کوچولو، زهرا یه کوچولو، ول کن، بذار بسته بمونه، بذار زهرا یه کوچولو همون تو بمونه، بذار همونجا بمونه. تا کی میخوای نری مدرسه؟ امسال سال آخرته، میخوای سال آخر رو ناتمام بذاری و ول کنی؟ خیلی ممنون. فکر کنم یه طرفدار پرپا قرص داری. برام مهم نیست. اگه یکی از همکلاسیات باشه خوشحال میشه، حداقل اینجوری مجبور میشی بری مدرسه. که چی؟ این که دو دفعه برام گل فرستاده فکر کردی میرم مدرسه؟ مامان واقعا تو فکر کردی من به همین راحتی به مردا اعتماد میکنم؟ من هیچ وقت این کارو نمیکنم. چه خبر؟ سلامتی پسر، تو چه خبر؟ خبری نیست، چی کارا میکنی؟ هیچی. بعدم میبینم از باشه. میشه با هم صحبت کنی؟ چیه؟ خونوادم رفتی به این موضوع ندارن، هر کاری میخوای بکن ولی کاری به اونا نداشته باش. برادره دو قلوت یادته؟
همونی که تو آمریکا داشت اقتصاد میخوند، همون ماشین دزده. فکر کنم با اون یه مسئله شخصی دارم. یادت میاد؟ با اونا کاری نداشته باش. هنوز نفهمیدی فریها؟ همه تو برای من مثل همین. مزخرف نگو امیر. دلم خیلی برای تنگ شده بود. به این بگوین چند وقتی کجا بودی؟ مامان دیگه اینجا نیا. جانم دلش خیلی برای تنگ شده، خیلی نگرانت. همش میپرسی که چرا نمیاد. آخه چرا اصلا تو پیشمون نمیای؟ حقیقتو بهش بگو. میبینی با ما چی کار کردی فریه ها؟ میبینی با ما چی کار کردی؟ تاوان دروغای تو رو من دارم پس میدم. تو تاوان عشقای من رو چجوری میخوای پس بدی؟ چجوری میخوای پس بدی؟ هانده جون، دو تا دسته گل لازمه تا دل دختره رو به دست بیاره. خوبه، موفق باشی. داستان چیه؟ از لارا خوشش اومده. ببین از چه کسی هم خوشش اومده. باید دید چی میشه. امیر، بالاخره اومدی؟ آخه تو کجایی؟ معلومه چی کار میکنی؟ چرا همش از ما فرار میکنی؟ من همینجا ما فرارم نمی کنم. میای دانشگاه ولی سر کلاس نمیری؟ قبلا فکر میکردم به خاطر فریحا میری، ولی خب فهمیدم این دفعه واقعا حرفتو بزن. هانده امیر، من نگرانت هم. نگران نباش، حالا میرم سر کلاس. خونه جدیدش اینجاست. ولی اینجا که خونه فریحا هست مگه نه؟ کورایی این امکان نداره. امیر اگه به فهم آوردمتون اینجا عصبانی میشه. این دیوونگیه، این دیگه دیوونگی محض کورایی. این چیزی به غیر از عشق نیست. هنوزم دوستش داره. آره، انتظار نداشتم که یه روز فراموشش کنه، ولی این دیگه دیوونگیه که هنوز هم دوستش داره. خاله آیسون، ازش متنفرم چون هنوز عاشقشه. خوش اومدی. میشه با هم صحبت کنی؟ البته، بشین. اومدم. با پسرم چی کار کردین؟ بگید باز چه نقشه‌ای کشیدین که آوردینش اینجا؟ ما نیاوردیمش، اون خودش اومد. اومده که دخترم رو عذاب بده. دلم خیلی براتون میسوزه. تو دیگه چه جور مادری هستی؟ نه تو و نه دخترت. بی خودی خیال براتون نداره. من پسرم رو خوب میشناسم. زهرا خانم، رویاهاتون به حقیقت تبدیل نمیشه. ما
نمیدونی رویای ما چیه؟ ها؟ فکر میکنی فقط خودت مادری؟ ها؟ فقط شما بچه دارین؟ ما نداریم؟ قبول دارم که دخترم اشتباه بزرگی کرده، ولی اون خیلی بیشتر از اشتباهش عذاب کشیده. قبل از این ماجرام عذاب میکشید، هنوزم داره عذاب میکشه. زهر خانم، دختر شما داره عذاب چی میکشه؟ عذاب آینده از دست رفتشو؟ یا عذاب اون حلقه‌ای که حتی تو خوابشم نمیتونست ببینه رو؟ ها؟ سلام، این خانم با کی کار داشت؟ نمیدونم خواهر. خیلی خوب، با ما کی کاری نداشته. محمد باید اون انگشت رو از اون دختر پس بگیره، هیچ راه دیگه ای نداره، وگرنه خودم میگیرم اونم به زور. سلام علیکم محمد، خسته نباشی. ممنون بابا. محمد. بله بابا. شنیدم با فریحا سر یه انگشتر دعوات شده. اومد و چغلی کرد، ازم شکایت کرده. یه اشتباهی کردم، گفتم که حالا فریحا انگشتر رو دستش نمی کنه بدمش به سحر. بابا هزار بار ازش معذرت خواهی کردم، خب دیگه باید چیکار میکردم؟ حق داره محمد، انگشترشو بدون اجازه برداشتی.